آزاده بابادی، دختر خاله توماج صالحی از لندن همراه ما هستن. خانم بابادی، ضمن وقت بخیر به شما و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. بیشتر از شما بشنویم، چه جزئیات تازه‌ای از آخرین وضعیت توماج صالحی در اختیار داریم؟ ممنون از شما و سلام به عزیزانمون در ایران. خب میدونید که رأی دیوان عالی حکم با رأی دیوان عالی توماج از سه تا اتهام تبرئه شده بود، حکم به 6 سال حبس کاهش یافته بود که بعد توماج با وسیله آزاد شده بود. این رأی روش اعتراض زده شده بود و توماج با وسیله آزاد بود که دوباره مجددا میگیرنش. اعتراض به این رأی تبدیل شد، یعنی حکم افزایش پیدا کرد و تبدیل شد به حکم اعدام بدون اینکه هیچ اتهام دیگه ای به توماج زده بشه. فقط اون پرونده هایی که در دیوان عالی کشور توماج ازش تبرئه شده بود اونا دوباره باز شده برای توماج. ببینید، یک دادگاه بدوی میاد نقض میکنه حکم عالی ترین منبع دادرسی رو در ایران که دیوان عالی کشور باشه. اما صدور این حکم برای توماج دیدیم با واکنش گسترده‌ای همراه شده. نظر شما درباره این واکنش ها چیه؟ درسته. اولا من فکر میکنم که این فرصت بسیار بسیار عالیه که ببینیم الان کل دنیا نظاره‌گره که چه اتفاقی داره برای در ایران و برای توماج میفته و امثال توماج، زندانی سیاسی امثال توماج. این خیلی امیدوار کننده است، ولی ما میخوایم که جامعه جهانی با کنش‌های عملی تری نشون بده، درخواست کنن سفرهای جمهوری اسلامی رو در کشورهای مختلف بخوان، از اونها بازخواست کنن که چرا همچین نقض قوانین فاحشی داره در ایران اتفاق میفته و اینکه اونها رو ملزم کنن به رعایت قوانین بازرسی و خود قوانین جمهوری اسلامی. باید از جامعه جهانی از ایران بخواد که متعهد بشه به اجرای قوانین خودش و قوانین دادرسی در حق محکومان رو رعایت کنه و البته اینکه حقوق زندانیان در نظر گرفته بشه، حقوق بشر رو در ایران رعایت کنن و رعایت بشه. اما چه انتظاری از فعالان مدنی و نهادهای حقوق بشری در داخل خود ایران دارید برای جلوگیری از اجرای این حکم؟ درسته. خب نه فقط نهادهای حقوق بشری در داخل ایران، بلکه ما از تمام کسایی که خارج از ایران هستند و از جمله نهادهای حقوق بشری یا فعالان سیاسی خواهش میکنیم که از این فرصت استفاده کنن برای اعتراضات گسترده در خارج از کشور و اینکه نشون بدن که واقعا چه اتفاقی میفته. صدای مردم رو خیلی بیشتر و واضح‌تر تا جایی که میتونن به جامعه جهانی برسونن و اینکه نامه بنویسن، هر شخص نامه بنویسه به پارلمان، ممبر پارلمانش، نماینده کشور و منطقش، و اینکه از اونها بخوان که نگاه، یعنی تحریم‌های عملی و فشارهای عملی از دولت‌هاشون بخوان وارد کنن به جمهوری اسلامی. ممنونم از شما خانم بابادی، سپاس از گفتگوی با ما. آزاده بابادی، دخترخاله توماج صالحی از لندن.